با بهترین درودها بر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان و همیهنان بسیار خوب و نازنین در ایران زمین با برنامه شامگاهی صفحه یک می گوشه این برنامه های خبری تحلیلی امشب سهشنبه 16 همه تیر ماه را با مروری کوتاه بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب همزمان با گزیدههایی از روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. موجی از گمانه ها از ادامه روند و فرجام مذاکرات هسته با شدت یافتن احتمال تمدید هفتگی مذاکرات شرح تازه از جزئیات دکل ها در دولت احمدی نژاد با تازه ترین اظهارات رفسنجانی در خصوص اسرائیل و عربستان واکنش ها به قطع مذاکرات به خاطر شبهای موسوم به قدر شیعیان از سوی زریف رسیدن به راه حل هست البته حتما در دو سه روز آینده بسیار دشواره که تصور کنیم که راه حلی با همه جدیاتش در دسترس باشه اینجا مرکز اسلامی امام علی علیه السلام میگن این تصاویر مربوط به مراسم شب قدر شبست. من از همه مردم تقاضای دعای خیر دارم و همینطور تقاضا دارم که همه و بالاخره موج جدیدی از جدالهای جناهی گروهی موسوم به دلواپسان مخالفان توافق هسته‌ای سرفصل اهم اخبار و موضوعات برگزیده امشب 16 همه تیر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک با تازه های هستئی در لحظات واپسین با تازه ترین اعلام رسمی کاخ سفید مبنی بر احتمال تمدید مذاکرات با ایران بعد از سه شنبه. در حالی که یک منبع ایرانی پس از دیدار وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک با وزیر خارجه ایران گفته که اختلافات جدی است سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 15 تیر ماه و یک روز پیش از پایان مهلت برای دستیابی به توافق اظهار داشت که قطعا امکان پذیر است این مذاکرات بعد از مهلت تعیین شده نیز ادامه یابد به گزارش خبرگزاری خبرگزاری رویترز جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا دولت اوباما انتظار دارد این مذاکرات از مهلت تعیین شده نیز بگذرد اظهار می کرد که در این مرحله نمی گویم چون این انتظاری می رود بلکه می گویم قطعاً چون این چیزی امکان پذیر است مهلت این مذاکرات قرار بود روز دهم ده همه تیر ماه به پایان برسد اما این مذاکرات برای یک هفته دیگر نیز تمدید شد روز سهشنبه 16 تیر ماه این مهلت به پایان میرسد در ادامه خبرهای هستی همه اینها در حالی است که دومین جلسه مشترک وزرای امور خارجه ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر وین برگزار شد و همزمان همان گونه که در خبر پیشین نیز اشاره کردم کاخ سفید اعلام کرد که امکان ادامه ی مذاکرات پس از ضرب الاجل سه‌شنبه شب وجود دارد. این نشست که دومین جلسه دوشنبه میان همه طرف ها بود به ریاست محمد جواد ظریف از ایران و فدریکا مگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروهی موسوم به پنج به علاوه یک یک روز پیش از پایان مهلت تمدید شده ی مذاکرات برگزار شد اولین نشست مشترک وزرای خارجه ایران و پنج به علاوه یک پیشتر در روز دوشنبه برگزار شده بود که حدود یک ساعتی نیز ادامه داشت همینک و در بخش اصلی و میانی برنامه امشب با بررسی مطبوعات امروز ایران میخوانیم و میکاویم اهم گزارش ها گفتگوها تحلیل ها و یاد داشت های بیشمار در روزنامه های امروز ایران که از تلویزیون ایران فردا به سمع نظر شما میرسد روزنامه های امروز در واقع یک روز قبل از 21 ماه رمضان که مصادف است با کشته شدن امام اول شیعیان به نوعی همه روزنامه ها با لوگوهای سیاه صفه بندی شده بودند و به هر نحوه ممکن طبیعتا میکوشیدند که یاد این مناسبت رو در آین تشیع گرامی بدارند. اما به لحاظ خبری تحلیلی عمده روزنامه های پرشمارگان کشور با موضوع هسته ای تیت خورده بودن که این هم دور از انتظار نبود حتی بعضا از واژگان 21م احیا یا قدر هسته ای نیز استفاده شد مثلا روزنامه ابتکار از شب قدر هسته ای می نوشت حضور ظریف در مراسم شب قدر در وین و ترک جلسات برای شرکت در این مراسم حکومتی نظر بسیاری از روزنامه ها رو نیز به خود جلب کرده بود دیگر روزنامه ها نیز از سانیه ها و ساعات سخت و حساس می نوشتن. از جمله روزنامه آرمان با درجه تصویری همدوشانه از جان کری و ظریف از 48 ساعت حساس سخن می گفت روزنامه شهروند از روز تصمیم های سخت خبر داد این روزنامه در مطلب اصلی شماره امروز خود با عنوان روز تصمیم های سخت رسید از جمله به تنش های طبیعی لحظه های پایانی مذاکره اشاره کرد که حتی بوی تنش به مشام خبرنگاران می رسید. آرمین خبرنگار اعزامی شهروند در توصیفی امیدوارانه اشاره می کرد که همه خبرنگاران می که روزهای تصمیم گیری سخت مذاکرات رسیده است. درست به مانند آنچه که در لوزان سوئیس رخ داد. در لوزان هم تا ساعت پایانی معلوم نبود که قرار است تفاهمی اعلام شود. فضا به زم این خبرنگار فضای تعلیق بود. چانه زنی ها تا ساعت پایانی و حتی تا دقایق پایانی ادامه داشت طرفین از هیچ فرصتی برای گرفتن امتیاز فروگذار نمی کردن. به زمین خبرنگار شهروند اگر قرار است روزی برای پایان مذاکرات اعلام شود این روز 24 ساعت است و تا ساعت 24 رو می توان چانه زد فشار آورد مذاکره کرد امتیاز داد و امتیاز گرفت خبرنگار روزنامه شهروند به حاشیه احیانشینی تیم هسته ای نیز اشارتی داشت که گویی یا مراسمشان به تعبیر خبرنگار هم رنگ و بوی هسته ای به خود گرفت شهروند از جمله اشاره کرد که ظریف به محض ورود به مرکز امام علی توسط خبرنگاران ایرانی دوره شد و در سخنان کوتاه می که هنوز مسائلی باقی مانده است و مردم باید دعا کنند امکان رسیدن به راه حل هست البته حتما در دو سه روز آینده بسیار دشواره که تصور کنیم که راه حلی با همه جزئیاتش در دسترس باشه من از همه مردم تقاضای دعای خیر دارم و همینطور تقاضا دارم که همه کوتاهی هایی که ما داشتیم رو ببخشن دعا کردن از جمله مکانیزمی است که در دیپلماسی و ورزش تو جمهوری اسلامی استفاده می شود و اما روزنامه آرمان در دو مطلب دیگر به نکات و موضوعات حاشیه‌ای اشاره کرد از جمله فردای توافق هسته‌ای از نگاه هاشمی را تحلیل می‌کرد و به نقل از این فقیه درباره اینکه به نظر شما توافق احتمالی هسته‌ای چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و مسائل داخل ایران و مسائل منطقه خواهد گذاشت تأکید می‌کرد که در هر دو مورد تأثیرش مثبت است اولا در ایران وضعمان به حالت عادی برمیگردد هاشو می رفتن جنی به یک نشریه به من العهد صحبت می کرد ما در حالت عادی مشکلی در کشور نداریم منابع زیادی در کشور است که در ارتباط با همکاری های خارجی می هم بهتر نقد کنیم هم بهتر بفروشیم و تکنولوژی های جدیدی لازم داریم که به فرض می آنها را بیاوریم روابط تجاری ما تقویت می شود هاشمی رفسنجانی در تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی ایران با بودن تحریم ها که احمدی نژاد و خامنه ای آن را بی اثر می خوانند و دیگری آن را کاغذ پاره بیش نمی دانست برخلاف این دو می گفت ما الان تقریبا چهل تا 50 درصد ظرفیت تولید نقد سرمایه گذاری شده را راکت نگه داشتیم. و اما زمزمه های از سفر باراک اوباما به ایران روزنامه ی آرمان نزدیک به مردانی از طیف هاشمی رفت سنجانی با طرح پرسش و گمانه با عنوان سفر اوباما به تهران به نقل از روزنامه ی انگلیسی ساندی تایمز ادعا میکرد کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سال 2016 به تهران سفر کند این روزنامه در واکاوی صحت سنجی در واقع این گمانه ها به نشانه نیز اشاره می کرد. از جمله مینوشت که 29 اسفند سال گذشته بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای جان کری وزیر خارجه آمریکا ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و همینطور خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا به محل اقامت برادر رئیس جمهور در لوزان سوئیس رفتند و به شکل حضوری در گذشت مادر رئیس جمهور را به حسین فریدون و همینطور برادر رئیس جمهورش تسلیت گفتن. روزنامه آرمان به نقل از سایت جماران مینوشت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سال 2016 به تهران سفر کند. او قصد دارد در این سفر از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را اعلام کند. ورق میزنیم با موضوعی تازه و روزنامهای دیگر روزنامه ایران ارگان دولت با زبانی آمیخته به بیم نرم و حراس و ترسی آمیخته نقدی به یک تازی های شهرسازی و معماری سپاه پاسداران در میدان اشرتاباد تهران می نوشت. ارگان دولت با اشاره به گردنکشی های نیروی نظامی سپاه پاسداران حتی در برابر قوه قضایی این گونه اشاره می کرد که با وجود آنکه سه روز از صدور حکم بازپرس شعبه دادسرای نظامی شعب سه دادسرای نظامی تهران مبنی بر توقف ساخت و ساز در حریم اثر تاریخی کلاه فرنگی واقع در زل شمالی میدان سپاه در تهران میگذرد. مشاهدات صبح دیروز خبرنگار روزنامه ارگان دولت نشانگر آن است که کارگران با جدیت مشغول کارند و نه تنها دو جر سقیل بزرگ برداشته نشده بلکه کار پس از اسکلت بندی فلزی به مرحله سخف گذاری رسیده و طرح بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. به گزارش خبرنگار روزنامه ایران حتی اگر بومی محله اشرت آباد نبوده و هیچ خبری هم از ماجرای ساخت و ساز میدان سپاه نداشته باشید وقتی گذرتان به میدان سپاه یا اشرت آباد با پیکره ی عظیم دو ساختمان بزرگی در حال ساخت در زل شمال غربی این میدان مواجه می که هیچ تابلوی مشخصات فنی نیز در مقابل آن نصب نشده است یکی از این ساختمان ها بنابر نوشته ایران که حالا در 14 طبقه بالا رفته به طور کامل نمای دید زل جنوبی امارت کلافرنگی را کور کرده است اکنون باید دید ساختمانی که در بیش از دو سال تا این حد پیشرفت فیزیکی داشت چگونه یک شبه میخواهد در برابر حکم دادسرای نظامی متوقف شود در این میان روزنامه ایران با اشاره به مخالفت نهادهای شهری همچون شورای شهر تهران به نقل از یک مقام نظامی در سپاه با تأکید می گفت که سپاه در انجام ساخت و سازها بر اساس تشریفات خاص خودش عمل می کند. این تشریفات انجام شده و ساخت و سازها بدون مجوز نیست و ما راهمان را ادامه می دهیم. جالب اینجاست که نداشتن تابلو در چنین نهادها و ارگانهایی امریست مرسوم که نهادهای امنیتی عمدتا در تهران چرا خاموش حرکت میکنند ادامه می دهیم برنامه صفحه که امشب رو در تلویزیون ایران فردا مجددا جدال های هسته در دسوی سنگر موافقان و مخالفان در حالی که عمده روزنامه های حامی دولت روحانی لحظه شماری می کنن تا توافق هسته صورت گیرد کیهانیان و نیروهای مصوم به دلواپسان در مخالفت ساکت ننشستند در این میان در حالی که روزنامه اعتماد از نزدیک بودن طلوع مذاکره هسته خبر داد و مینوشت که پرانتز های متن توافق بسته شد روزنامه کیهان شریعتمداری مداری در گزارشی از سرنوشت مبهم خط قرمز ها در بازی پرانتز ها سخن می گفت که در واقع با بکارگیری واژه بازی پرانتز ها کیهان می که بدگمانی و بیاعتمادی بیشتری را به ذهن مخاطبانش متبادر کنیم و اما یادداشت اصلی روزنامه کیهان نیز به عنوان سه کلمه حرف حساب به نوعی عمیقتر به حسن روحانی و تئوری صلح حسنی وی میتاخت حسین شریعت مداری که شخصا این یادداشت را منتشر کرد با اشاره به اظهارات حسن روحانی مبنی بر ضرورت انجام صلح حسنی با معاویه که گویا در جمع استانداران در زیافت افتاری به آن اشاره کرده بود کیهان می نوشت که در اینکه صلح امام حسن با توجه به شرایط آن زمان عاقلانه ترین و شجاعانه ترین تصمیم بود جای کمترین تردیدی نیست ولی با عرض پوزش مقایسه آقای رئیس جمهور در هر دو بخش مفهوم و مستاق نابجا و از نوع قیاس مع است که باز هم بر این موضوع میشورید و در واقع میتاخت ادامه می دهیم در وقت باقی مانده با یکی دو مطلب برگزیده دیگر از جمله موضوعاتی که شاید کمتر روزنامه ای به آن پرداخت همانا بحران ریزگرد ها و بحران هوای ناسالم در استان خوزستان بود که فقط روزنامه کارون در صفحه نخواست به آن اشاره کرد حقیقت امران است که در شهر محل استادیوی صفحه یک یعنی ونکوور کانادا که اینجانب نیز اینجا مقیم هستن به دلیل آتش سوزی های گسترده جنگل ها و گرمای کم سابقه وارونگی هوا همراه با دود و خاکستر آسمان شهر را پوشان که این جانب نیز از آن مسهون نماندم و علا رقم حال ناخوش از هوای بد شهر به تعبیر جنابای دکتر نوری زاده که مدیریت محترم تلویزیون ایران فردا که خبر و اطلاع رسانی هیچ وقت و هیچگاه تأثیری ندارد و همواره اطلاع رسانی را در همه حال از مخاطبان همیشه همراه ایران فردا دریغ نخواهیم کرد باری همان گونه که میبینید روزنامه کارون با درج تصویری مینوشت که خوزستان در محاصره ی خاک و تون در ونکوور کانادا نیست تا لحظه تنظیم خبر یک هموطن ایرانی میان سال به علت کمبود اکسیژن جان سپورت که در همین برنامه به محضر خانواده آن عزیز سفر کرده نیز تسلیت میگوییم ادامه می دهم خلاصه روزنامه ابتکار ضمن آنکه صفحه نخست شماره امروز روزنامه را رو با دو پرچم ایران و آمریکا کنار هم آراست و با سه واژه خبر میداد که زمان اعلان توافق شب قدر هسته ای عنوان یادداشت اصلی این روزنامه بود که در شرح جزئیات این واقعه سیاسی آن را معادل قطنامه 598 همان قطنامه که جنگ هشت ساله میان ایران و عراق را پایان داد و در مصادیقی از نقش مثبت و منفی کشورها در پروسه این موضوع می نوشت که سوت پایان موفقیت آمیز مذاکرات در حقیقت سوت آغاز انزوای رژیم اسرائیل و رژیم سعودی خواهد بود نویسنده روزنامه ابتکار معتقد بود که در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای اوباما خود را در ردیف جان اف کندی می بیند و توافق را مهمترین برگ برنده دوران ریاست جمهوری خود قلمداد خواهد نمود و نامش در تاریخ آمریکا در ردیف جان اف کندی ثبت خواهد شد. روزنامه ابتکار احتمال میداد که امضای توافق نامه احتمالا توسط رؤسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا امضا شود. و با این گزیده یادداشت از روزنامه ابتکار وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد جا دارد در برنامه امشب به آگاهی همیهنان عزیز برسانم که برنامه صفحه یک در فردا شب چهارشنبه که روزنامه ها در ایران منتشر نخواهند شد به مناسبت 21 ماه رمضان و گرامی داشته مقام امام اول شیعیان برنامه صفحه یک نیز تعطیل خواهد بود برنامه این جانب فردا شب اجرا نخواهد شد با پوزش پیشاهنگام از محضر شما ضمن آنکه برای دو روز هجدهم و نوزدهم تیر ماه نیز گروه خبری تحلیلی صفحه یک در یک بازخانی تاریخی در حال تدوین و تهیه ویژه برنامه به مناسبت هجدهم تیر ماه و سالگرد حمله شبه نظامیان وابسته به رهبری به کوی دانشگاه تهران است که امیدواریم به هنگام تهیه و پخش شود تا آنگاه شامگاه خوش بدرود